خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از جنجال‌های احمدی نژاد خواهیم گفت تا صد روزگی دولت روحانی و البته حکم قطعی شده زندان آقای سعید مرتضی. سلام آقای بهنود. هفته که گذشت آقای احمدی نژاد یک صحبت‌هایی کرد که واکنش‌های زیادی داشت و خب یه سری جنجال‌ها به دنبالش بود. همینطوره. در حقیقت میشه گفت مهمترین خبر هفته همین بود، یعنی حتی خبرهای دنیا که خبرهای گاهی مهیب هم بود، چه خبرهای مربوط به ایران و آمریکا یا کشورهای عربی با ایران، چه حتی کره شمالی و آزمایش جدیدش و تهدید ترامپ، همه اینها رفت زیر سایه دوتا فیلی که آقای مشایی و آقای احمدی‌نژاد بوا کردن توی نوارهای 30-40 دقیقه‌ای و به قول یکی از نزدیکان سابقشون تقریبا چیزی باقی نذاشتن. البته دقیق‌ترش اینه که یه چیز فقط باقی گذاشتن. می‌خوام شروع کنیم از روزنامه اعتماد و در واقع تیتر که رو تیتری که از آخرین تلاش‌ها برای قانونی شدن منع خشونت علیه زنان که فکر می‌کنم به مناسبت روز منع خشونت علیه زنان بوده، روز جهانیش. خب این عکس، اولا توجهش بشه، این عکس خیلی عکس خوبیه و در یک عکس خلاصش نشون میده که این فراکسیون این بار زنان در مجلس از دورهای دیگه، حتی از دورهای جنجالی هم فعالتره، به خصوص در زمینه زنان و در حقوق زنان و مسائلی که اصولا در صحنه حضور داره و کار میکنه. خود این عکس هم به اندازه کافی روشنه و به نظرم انتخاب عکس هم انتخاب درستی است، غیر از اینکه اون مطلب دایره خشونت هم در همین باره هستش و خانم سردتم نوری یادتونه اولین مدیر کلی بودن که شدند در زمان آقای هاشمی اگه اشتباه نکنم. به هر حال این اول هفته رو اینطوری شروع کنیم، به نفسی بکشیم، شاید بد نباشه همینجا یک اشاره بکنیم به مقاله‌ای که خانم سمینا رستگاری نوشته بود در مورد همین جنجال‌های آقای احمدی نژاد، که احمدی نژاد همان است که بود و اشاره می‌کنه به حرفای سخنگوی قوه قضاییه و حرفایی که در مورد احمدی نژاد زده، از جمله اینکه شخصی که شهرت به بی‌پای حرف زدن، کسی که مانند لاتی هرزگو می‌خواهد آدم‌ها را وادار به توقف و تماشای حرف‌هایش کند. خانم رستگاری میگه که در واقع این مقام قضایی درباره مردی داره حرف میزنه که نه 40 دقیقه، که 8 سال در این کشور رئیس جمهور بوده و هزاران 40 دقیقه فرصت داشته که تو مجامع بین‌المللی و داخلی این حرفا رو بزنه. اضافه کنیم که خیلی آرام‌تر از اون چیزی که آقای منتظری و آقای ایشی الان میگن، یعنی لات از صحنه دور افتاده، نه ولی خیلی آرومتر از این وقتی که به آقای احمدی نژاد گفته شد، بعضی‌ها به واتی زندان رفتن. بله، البته اینم موضوعی بود که توی توییتر کسانی که در به خصوص بعد از 88 به زندان رفتن به خاطر توهین به رئیس جمهور، اینا رو می‌نوشتن. بریم روزنامه بعدی، آرمان امروز. درست این حرفی که داریم می‌زنیم اینجا تو این عکسی که آرمان انتخاب کرده دارید می‌بینید، این حرف داستان کله که بعد از آقای ایجی داستان کل هم اومد گفت که تو کلکسیون تخلفاتی، چی میگی به خب این عکس هم جالبه و با این تیتری که گذاشتن. بله، حالا بعدن در سالهای آینده میشه کلکسیونی فراهم کرد از رئیس جمهورا و سران جمهوری اسلامی وقتی در کوپایی های شمال تهران یا جای دیگه میرفتن کوپیمایی. خوبه از لباسشون و از نوع پوشیدن و گارد و هر کدومی شکلی دارن، این شکل هم از آقای احمدی‌نژاد بادیگار مونه. اینجا عاقبت سعید به خاطر اینکه دیگه حکم آقای مرتضوی اعلام شد بود. وقتی حکم آقای مرتضوی اعلام شد چند تا واکنش داشت. اولا این حکم فقط مربوط است به شکایت یکی از آقای روح الامینی، اونم به دلیل اینکه میدونیم که آقای روح الامینی هم با سپاه، اصولا پدرش سردار سپاه بوده است آقای دکتر، و هم اینکه با بیت رهبری نزدیکن.
و بنابراین فقط این پرونده است که شکایتش رفته به یه سامانی رسیده. برای کسانی که ممکنه یادشون نباشه، در واقع یکی از کسانی که در کهریزک بعد از انتخابات 88 کشته شدن. بله، در طول هفته تقریبا میشه گفتش که همه کسانی که به هر حال یادشون بود که آقای مرتضوی چه قدرتی در هم در موقعی که قاضی دادگاه مطبوعات بود و پایگاه دشمن معروف رو رفتش که دور بکنه که اون هم دوره با ماهاست و زندان کردن گروهی حدود 200 نفر از مطبوعات و چه موقعی که دادستان شد که این داستان جدید کهریزک مال موقعی است که دادستان بود. بله. هنوز صحبتی درباره مقاماتی که آقای احمدی نژاد به ایشون داد نیست. الان در این پرونده هیچ کدوم هنوز اون صحبت‌ها نیست. اما اجازه بدیم بریم روزنامه جوان. روزنامه جوان ایرادی گرفته است به جامعه فردای روز قبل. جامعه فردا که روزنامه اصلاح طلبی است و آخرین روزنامه اصلاح طلبی است که منتشر شده، روی جلدش همین چیزی بود که جوان این کنار آورده. تیترش هست چرا باید برای موشک‌ها مذاکره کرد. از جامعه فردا، روزنامه جامعه فردا باشه. بله. بعد جامعه فردا این تیتر عنوان گزارشی است، عنوان مقاله نیست. یعنی اینطوری نیستش که اینطور وانمود کرده است که انگار یه نویسنده‌ای هست یقین داره که باید رفت مذاکره کرد، حالا داره یقینش رو داره به مردم توضیح میده. اینطوری نیست. اون گزارش گزارشی بود درباره اینکه چرا باید مذاکره کرد، چرا نباید مذاکره کرد، چرا خط قرمز داره ایران، چرا نداره، اینا همه زیر این عنوان. بله. یعنی عنوان اتفاقا عنوان خونسایی است برای یک گزارشی که سعیش توش شده بود. اما نه، جوان معتقد است این گرا داده است برای تحریم مجدد به دشمن. اینم خلاصه از اون حرفایی است که باید اثبات کرد که آیا یه همچین تیتری در واقع جوان معتقده که اون تیتر جامعه فردا چراغ سبزی است برای بله. تحریم های جدید. بله، این روزنامه مستقل اگه قرار بشه که تیتراشون اونم تیتر به این گنگی چراغ سبز باشه، اون وقت خیلی مسئله میشه تیتر روزنامه کیهان یا بعضی از تیترهای خود روزنامه جوان. بله. چون اونا دیگه مستقل نیستن. اما روزنامه بعد بهار، خب این موضوع مهمی است به معنی اینکه در طول و تفصیل‌ها و در شرحی که درباره صدومین روز دولت آقای روحانی، دولت دوم آقای روحانی، بله، اومده که به مناسبتش ایشون یه مصاحبه هم کرد. روزنامه های اصلاح طلب میشه گفتش که در ماه های اخیر لحن امیدوارشون پایین اومده، برای اینکه شاید همه منتظر بودن که آقای روحانی به شعارهای انتخاباتی که داده، وعده هایی که داده، همینه در حقیقت، یعنی انتقاد های منعکس میکنه. این پایین هم که عکس آقای احمدی نژاد میمیسی، یک گزارش است راجع به مجموعه این جنجال هایی که فراهم شده با تکیه بر همون حرفی که شما از قول خانم رستگاری نقل کردید. بله، اینجا میگه دیگه جای حامیان 8 ساله خالی است. بله، میگه کجا هستید الان؟ بله. تشریف بیارید جلوی صحنه و خودتون رو معرفی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه روزنامه‌های اصولگرا اصولاً راجع به آقای احمدی نژاد در سکوتند. بله، یعنی انگار نه انگار که خب راستش یه مقداری هم سخته که بخوان موضعی بگیرن، برای اینکه بله. تقریباً 8 سال کاملاً پشت ایشون بودن و از تمام سیاست‌هاشون دفاع کردن. بله، روزنامه اصلاح طلبان سعی می‌کنن این سختی رو بگن. بله، یادآور کنن که این سختی از کجا اومد. روزنامه آخر، روزنامه شرق. ببینید، در هفته گذشته یکی از اتفاقاتی که افتاد این بودش که یک فیلم مستندی اکران شد به اسم قائم مقام. این فیلم درباره آقای منتظری بود. این فیلم رو آقای سفارهرندی، فرزند حزب اللهی آقای سفارهرندی، سردبیر سابق روزنامه کیهان، مشاور فعلی سپاه پاسداران، فرهنگی سپاه و بعد هم وزیر ارشاد اول آقای احمدی نژاد، او ساخته است. اول فیلم ادعای خیلی غریبی وجود داره و در مصاحبه هم تکرار میشه که بفرمایند بی بی سی و سی ان ان و اینا یاد بگیرن بی‌طرفی و بی‌نظری و انصاف و همه اینا رو. ولی همه کسایی که فیلم دیدن، از جمله آقای مصطفی زدی که در همین شماره این پایین تر که دیگه شما نمیبینید یه نقدی نوشته به فیلم، در اونجا توضیح میدن که از لحظه اولش تا آخرش مطلقاً هیچ نوع بی‌طرفی وجود نداشت و هیچ اصراری هم بر بی‌طرفی وجود نداشت و حتی استفاده هایی هم که از فیلم مصاحبه
معروف بی بی سی شده بود باز با تاکیدهایی بر نفی ایشون شده بود. مصاحبه آقای باقی با بی بی سی که بی بی سی پخش کرد با آقای منتظری. حالا شرق یه مصاحبه‌ای کرده است با آقای باقی. ولی به هر حال این فیلم با عنوان قائم مقام فیلم مستندی است که اکران شده. این از اولین نمونه هایی است که یک فیلم مستندی که از نوع فیلم هایی است که معمولا رادیو تلویزیون تهیه میکنه و در بخش خبری پخش میشه در اکران سینما هم گذاشته شد. های بهنود، بریم سراغ کارتون ها که هنوز سایه زلزله و اتفاقات زلزله مشخصه روش. اولین کار از مسعود زیایی هست. خیلی گفته میشه به اینکه امور فرهنگی مورد توجه و کانون های فرهنگی و همینطور انجیو هایی که برای بچه ها اونجا مداد رنگی میبرن، وسایل کار اصولا معلم میفرستن و کار فرهنگی در این زمین انجام میدن. ظاهرا همین آقای زیایی رو تحت تأثیر قرار داده و دره میکشه. اون مداد رسید، او هم باش تاب بست، ولی اون کنارم بیرانه ها وجود داره. کار بعدی در مورد افزایش 50% دستفروشان از سال 94 مال محمد رضا ثقفی هم هست. تو صحنه اول بر اساس خبر افزایش 50% دستفروشان در سال 96 از سال 94 تا الان از سال 94 یعنی در دو ساله گذشته این خبر اومده بود. حالا این بر اساس اون خبر دستفروشه اون جلشو برداشته و خداحافظی به خانواده رفته پول در بیاره، ولی ظاهرا چیز دیگه ای باقی نمونده، دستاشو فروخته است، دست فروشه دیگه. بله. و بعدم شب بدون دستبانون برگشته خونه. خیلی برگشته خونه. ولی خب این آمار هم خیلی وحشتناکه، 50% افزایش دستفروشان. کار بعدی از بهداد جدی هست، باز هم نگرانی از زلزله تهران دیگه. هر وقت زلزله هر جا در هر ریشتری ایران، خارج از ایران، هر جا میاد بله. همه یادشون میفته که بله تهران هم به هر حال در معرض خطر هست و حتی به قول رئیس شورای شهر تهران دیرم کرده. به اضافه که خیلی مناطق تهران روی گسل‌های زلزله‌خیز هم هستن. آره، اسرائیل میگه تهران دربست. بعدی از تهانی هست، ماجرای آقای احمدی نژاد و مشایی. بله، اون حال بعد از اون آقای مشایی گفت که من این فیلمی گذاشتم، آقای احمدی نژاد هم همینطور این بگم رو تکرار کرد اون پشت. اون پشت هم ایجاد سند میارن. بریم سراغ مجله ها که اولی مجله مثلث هست از اصولگرایان. بله، شما در مثلث چی براتون جالب بود بگید؟ ما داره والا گفتگوی گویا مفصلی کرده با آقای هوشنگ امیر محمدی که ایشون هم امیر احمدی ببخشید، حرفای خب جالبی زدن دیگه. میگه که روحانی شکست بخوره لاریجانی هم شکست میخوره. بعد حالا اینا حرفاییه که به نقل از آقای امیر احمدی زده. ناطق نوری منو مأمور کرده بود درباره رابطه ایران و آمریکا طرح بیارم. اصلاح طلبان هر لحظه 180 درجه میچرخن. رابطه روحانی با اصلاح طلبان جاده یک طرف است. خب از بعضیاش هم خیلی حرفای چیزی نیست. احمدی نژادی ها خیلی به ملی مذهبی ها نزدیک هستند. بله. برجام طوری روابط ایران و آمریکا رو تخریب کرده که قابل اصلاح نیست. مگه حالا خیلی قبلش رابطه خیلی خوبی داشتن؟ و اگه ترامپ پیشنهاد مذاکره به روحانی بده، روحانی دوباره ضد دلواپسان میشه. مصاحبه خب خیلی حرفایی داشت، ما این حرفا رو زبان آقای امیر احمدی شنیده بودیم، استاد دانشگاه راتگارد. ولی خب این حرفها رو هم البته خونده بودیم، تو کیهان و بقیه جاها نوشته میشه این حرفا. ولی اون چیزی که این گزارش به ما ثابت میکنه، این مصاحبه ثابت میکنه، اون تعداد دفعاتی است که ایشون از امریکا، حالا یا سری زدن به تهران یا ملاقات کردن با کسی که تهران رفته بوده، اینقدر اثر گذاشتن رو صحنه ایران. چون تعریف میکنن که اصلا این طرحی که با آمریکا نزدیک شیم که آقای هاشمی دنبالش بود و میخواست جنگ رو تموم کنه به همین دلیل، این طرح رو ایشون داده دفعه اول. بعد تعریف میکنن که طرح جامعه مدنی هم که ما فکر میکنیم از تز معروفی است از جهت دانشمندان جامعه شناس جهان، ولی روزنامه اصولگرا روز اول میگفتن نخیر اینا رو دستگاه جاسوسی اینا دادن. معلوم میشه که اینم اول بار آقای امیر احمدی گفتن که اول بار جامعه مدنی رو هم ایشون گفتن.
و اصولاً اینکه خب سالها لابی میکردن برای روابط ایران آمریکا، ولی یه جایش هم نمیفهمیم ما. چون آقای امیرحمدی همیشه به این تز معروف بود و همه شنیده بودن که خب ایشون میگفتش که اصولاً حتی دموکراسی و بهبود شرایط اقتصادی ایران هم از راه روابط با امریکا میگذره و روابط امریکا یه مانع است برای پیشرفت ایران. این حرف شنیده شده بود در طول سالها فراوان از ایشون، ولی الان در مقام تایید آقای احمدی نژاد میگه احمدی نژاد که هنراش این بود که صفر رفت تو شکم اسرائیل و آمریکا و بنابراین حرفاشو میزد و انقلابی بودش و از جمله به عنوان اینکه چرا او رو به عنوان شخصیت ضد انقلابی میشناسه میگه نامه نوشت بهش و خیلی اتفاقات عجیب غریب افتاد. به هر حال مجموعاً این مصاحبه چیزهایی رو مفصله، بله خیلی مفصله، خوش اومدید. رو جلد مثلث همون چنان که میبینید بعد از ماجرای داعش، غلبه جبهه مقاومت بر داعش، وعده قاسم هست با این عکسی که آقای خامنه‌ای رو، یعنی آقای سلیمانی رو در حال مصاحبه با آقای خامنه‌ای نشون میده. خب بریم مجله بعدی، صدا از طرف اصلاح طلبان. این تیتری که ببینید، تیتر هبوط و عکس آقای احمدی نژاد، به دلیل حرفایی که آقای احمدی نژاد هست نوشته شده. سرمقاله رو که آقای منتجبی، اکبر منتجبی نوشته، سر دبیر صدا، خلاصش بخوام بکنم اینه، میگه که این ژان باتیست کلمانس که همون وکیل دادگستری است که در قصه معروف آلبر کامو هست و واقعا اون قصه سقوط آلبر کامو یکی از شاهکارهای اوست، به طور فشرده به خدمتتون عرض کنم، وکیلی است که خیلی مردم داره و خیلی طرفدار مردمه و خیلی مردم دوست داره و تمام جونش و شعارش و همه زندگیش خلاصه مردم است، مردم 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 از زبانش نمیافته، ولی یه روز داره از روی یکی از پلای پاریس میگذره، بارون داره میاد، میبینه یه آدمی در حالت غیر عادی رفته لب نرده و بعد صدای شلاپ آبی هم میاد که معمولا معنیش این است که اون خودش انداخته خودکشی کرده، ولی کاری نمیکنه، دستش تو جیبش نگه میداره و میره خونه و از اینجا هبوطش اتفاق میافته. یعنی این شک کردن به خود که من این همه شعار چی بود میدادم و اینا. او معتقد است آقای احمدی‌نژاد در این وضعیته. الان آقای احمدی‌نژاد جان باتیسته، یعنی کسی است که این همه گفت مردم 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 و آخر سر رسید به این نقطه‌ای که الان رسیده است و اون الفبایی که هیچ تصور نمی‌کرد که بهش برسه. دو تا مصاحبه هم کرده است مجله، که یکی از این مصاحبه ها با آقای امیریفر هست، بله. روحانی که در زمان آقای احمدی‌نژاد فعال بود و در همون مسجد ریاست جمهوری اونجا درس اخلاق میداد، و یکی هم با آقای شریف‌زاده که روحانی جوان در تیم آقای احمدی‌نژاد مشایست، با این دوتا صحبت میکنه. درباره چی صحبت میکنه؟ درباره کارهای اخیر آقای احمدی‌نژاد و حرفای جدیدی که زده و این اپوزیسیون شدن و استوید. آقای امیرفر یه ذره فاصله گرفته، معتقد است که آقای احمدی‌نژاد هنوز اپوزیسیون نشده، برای اینکه اپوزیسیون بشه باید از مجمع تشخیص مصلحت بیاد بیرون. ولی آقای شریف‌زاده نه، بر سر قرار هست، یعنی همچنان همون آدمی است که در دوره گذشته بود. مطالب خواندنی دیگه هم مجله داره. بریم سراغ مجله داستان. مجله داستان رو خب این تغییر تحولات جدید توی روزنامه همشهری آیا در داستان هم تغییر ایجاد کرده؟ نمیشه گفت نکرده، ولی در این حال آدم دلش نمیاد وقتی داستان، این داستان جوری پای ریزی شده. مجله داستان از معدود نشریات ایران هست، البته نمیگم فقط این مجله است، مثلا شما مجله فیلم هم ببینید همینطوره، بله. یعنی بعد از 30 چند سال یه پایه و اساسی داره که انگار این پایه و اساس میمونه، هر چقدر بهش تیر بزنی و از آجراش کم بکنی اینا، اون پایه و اساس محکم است. واقعا مجله داستان همشهری هم که الان شماره 82 دیروز شماره 83 در اومده است، اینا هم همینطوره. شما یه قصه هم پیدا کرده بودید، بله، قصه فوق‌العاده ای توش خوندم، خیلی قصه غریبی بود. 4 قصه از این دفعه خوندم، افسوس که نمیتونم این 4 قصه رو برای شما نقل بکنم، ولی این بخش اول بخشی است که روایت‌های واقعی است، یعنی قصه نیست. فقط اتفاقی که میفته اینه که بر اساس یه گفتگوی تنظیم میشه یا اینکه گوینده خود شبیه قصه میگه. این دفعه گلستان جعفریان این حرف‌های خانم دکتر فاطمه ناهیدی رو ازش شنیده و نوشته، پس بنابراین نوشتار از
خانم جعفریان هست و سرگذشت خانم فاطمه ناهیدی است. به طور خلاصه سرگذشت این خانم این است که دانشجو پزشکیه، بخشی از خانواده رفتن کانادا، بخشی از خانواده رفتن آمریکا، بخشی از خانواده به شدت مذهبی شدن، بعضی کمتر مذهبی شدن، مثل همه خانواده های متوسط شهری دوره انقلاب. و بعد جنگ شده. وقتی جنگ شده این دانشجوی پزشکی معتقد بلند شده و حرفش این هستش که اونجا دارن آدم ها کشته میشن و ما نباید بشینیم، و بنابراین چادر رو به چادر همت رو به کمر میبنده و بلند میشه میره جبهه. و بعد میره جبهه و اونجا شروع میکنه گفتن و همه آدم های میگن چی کی اومدی خانم جوان اینجا چیکار کنی، الان چپ هست و خلاصه جنگ است و گرفتاری و اینا. ولی نه، ایشون با پافشاری بالاخره میرسه به اونجا که یه تیمی پیدا میکنه، یه تیمی سرسامان میده، یه ماشینی و یه امکانات اولیه، و همطور میره با پشتکار معمول خانوما که دارن معمولا میره، میرسه خط مقدم و در خط مقدم به طوری که دیگه حالا داشته میدیده، حالا به طوری که بچه های این طرف نارنجک مینداختن به اون طرف، یعنی فاصله اینقدر نزدیک شده بوده، فاصله جنگ تن به تن شده بوده. برای اینکه این فواصل یهو اینا از یه صدای انفجاری بلند میشه، میرن دور تا دورشون سرباز عراقی است و ایشون اسیر میشه. و این دختر جوان، این داستان مقدمه داستان اصلی زندگیش، یعنی اسارت است. اینجا قصهش تموم میشه. احتمالاً از اولین زنهای بوده که اسیر شده. اسارت در من. و این خیلی تصویر جالبی است، غیر از اینکه معمولاً داستان یه قالب هایی داره، یه انتخابایی میکنه از کتاب های تاریخی، یک برداشتایی میکنه، ترجمه میکنه، یا مثلا روایت های کامبیز درنبخش اینا هم هست. و این شماره هم شماره روجلش هم میبینین، خیلی خوش رنگ مثلا دوست. مثل همیشه پروپیمونه و بهتره که بخونن مخاطبان. ویرگولو بذاریم برای هفته آینده. بله. و بریم سراغ این کارتون این لایجی آخر. هم شما بدین. بله چشم. بله. ویرگول از گیلان اومده. بله بفرمایید. هفته آینده قول میدیم که به قول معروف مفصل در مورد صحبت کنیم. از خجالت شده بیار. این بگین چی میگه؟ مثل همیشه نازنین جمشیدی کارتونای شلوغ و پر از حرف در مورد نگرانی اینه که میگن ویز و تلگرامو میخوان جلوشو بگیرن، نمیذارن استفاده کنن. خلاصه هر کی اینجا یه چیزی داده اون بالا که دود داره از یه جای در میاد میگه که ای بابا گفتم زیاد دود نده، اموجی آخرش اشتباه شد. این خانوم هم اون ور داره یه سری کفتر مثل این که میندازه، میگه که عادت ندارم همه حرفو تو یه مسیج بفرستم، الان کفتر کم آوردم. با کفتر میفرسته؟ با کفتر میفرسته. الان این آقا هم این وسط وایساده میگه که با چیز تلگرام و فیسبوک و نمیدونم توییتر و اینا، میگه که ما به همه توصیه میکنیم از برنامه های جایگزینی که تدارک دیدیم استفاده کنیم. آقای جهرومی ها، این وزیر ارتباطات فکر کنم احتمالاً. این پایینم یه سری آقایونی هستن که گویا دارن میگن که هیچ وقت نداریم، دارن طرح مهمتری اختراع میکنن برای تلفن همراه. خلاصه بله. همینطوری هست دیگه. بله، این موضوع این دوتا اپلیکیشن بله که در تهران هست، که اسنپ اون یکی همون است که اینجا هم زیاد استفاده میشه ازش. ویز خب واقعا نجات دهنده است در اینجا هم که بعضی وقتا ترافیک میشه شما را جاهایی میبره که بس که تو تهران وجود داره سر نجات دهنده یا نبودن اون نیست. بس این است که چطور اسنپ موقعی که اومده شرط نصب شدن این اپلیکیشن این شده است که اون نباید باشه. بله. ولی خب واقعا حالا ویز رو این اپلیکیشن ویز رو من نمیدونم چقدر محبوبه، ولی تلگرام فکر کنم جزو یکی از اپلیکیشن‌های بسیار محبوبه و من نمیدونم حالا ملت ایران بدون اون چجوری میخوان زندگی کنن. بله. نکته آخرم شما بخونید برای ما. قدیما یه ضرب المثلی بود یا یه جوکی بود یا یک لطیفه‌ای بود که میگفتن یک ماشینی، مثلا اون موقع میگفتن که ماشین ساخت ایران توی خیابون یه ذره گاز داد، در نتیجه چرخ جلوش پرید بیرون. یخ جلوش پرید بیرون، بعد ادامه قصه اینطوری میشد که این چرخه همونطور که میغلطید یه آمبولانسی داشت رد میشد، اومد این چرخه رو رد کنه، آمبولانس چپه شد، اون کسایی که توش بودن فوت شدن. و همینطور که این آمبولانس ملق میخورد خوردش به یه ماشین بچه ها رو مدرسه میآورد، اون ماشین هم چپه کرد، راننده در دم مرد،
جیغ و داد بچه‌ها اومد صحنه خیلی غم انگیز شد. اتوبوسی از روبروی اومد خواست اینو رد بکنه، رفت توی مغازه. اون مغازه یه سری گاردش تشریفات داشتن رد می‌شدن، اونا هم بهشون صدمه خورد و اینا. اون موقع یادتون باشه این افسرای رانندگی توی بلنگو تو خیابون حرف می‌زدن. بله. و بعد وقتی که همه این اتفاقات افتاد که دیگه شبیه صحنه جنگ هستش، صدای افسر اومد که توی بلنگو گفت پیکان دیدی چیکار کردی؟ حالا این رو پویا عالمی اوردست برای آقای احمدنژاد. آقای احمدنژاد میگه دیدی چیکار کردی؟ در اون مقام قرار گرفته ایشون. ممنون آقای بهنود. ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بفرستید. راه های تماس رو همین الان روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ میتونید در فیسبوک و توییتر هم با ما در تماس باشید. من آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.